حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها دختر بزرگوار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. مادر گرامیش حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. منابع شیعی سال ولادت آن بانوی مکرمه اسلام را سال پنجم بعد از بعثت بیان کردند. بنابر نقل روایت صحیح و نظر اکثر مورخین و محدثین شیعه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در روز جمعه 20 ماه جمادی الثانی سال دوم یا پنجم بعثت در مکه معظمه به دنیا آمدند و پدر بزرگوار ایشان کسی هست که خداوند جل جلاله در حدیث قدسی در شأن ایشان می‌فرمایند لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی ای پیامبر، ما زمین و آسمان را و هستی را به خاطر تو آفریدیم، اگر تو نبودی ما زمین و آسمان و هستی را خلق نمی‌کردیم. و مادر ایشان حضرت خدیجه سلام الله علیها هست، بانویی که پیامبر بزرگوار اسلام در مورد ایشان می‌فرمایند که تو برترین زنان عالم هستی هستی. راحت و آسان و ساده نیست که هر کسی بتواند حضرت زهرا سلام الله علیها را بشناسه یا درباره‌اش صحبت بکنه. صحبت درباره حضرت زهرا از دو بعد میتونه باشه، بعد ظاهری و بعد معنوی. بعد ظاهری درباره اوصاف حضرت هست که هیچ ثمرا فایده‌ای برای ما نداره، هیچ شناختی را برای ما نمیتونه داشته باشه. بعد معنوی شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها قابل اهمیته که درباره ماهیت اصلی و حقیقت و شخصیت حقیقی حضرت زهرا سلام الله علیها بحث میکنه که این هم کار کسیه که حضرت شناخته باشه و کسی میتونه در این باره صحبت بکنه که دارای بصیرت معنوی باشه و تمام صحبت‌های در مورد حضرت زهرا را با بصیرت جواب بده و با بصیرت پاسخ بده. و من کوتاه و مختصر و هم به اندازه معرفت و شناخت خودم صحبت میخوام بکنم. قبل از اینکه حضرت زهرا را بخوایم بشناسیم، خوبه که اول یک شناخت کوتاهی از انسان داشته باشیم که انسان چی هست. چون حضرت زهرا قبل از اینکه یک حضرت زهرا باشه، یک شخصیتی برجسته والا باشه، انسان هست. انسان از هر لحاظ تعریف‌های مختلفی داره، اما ما طبق برنامه خودمان در متون دینی حضرت زهرا سلام الله علیها را میخوایم معرفی بکنیم. در متون دینی چه کتابی و چه شخصی بهتر از خدا و چه کتابی بهتر از قرآن میتونه انسان را معرفی بکنه؟ قرآن انسان را از دو بعد میگه تشکیل شده. طبق آیه 28 و 29 سوره حجر، اسقال ربک للملائکه اینی خالق بشر من سلسال من همه مسنون فإذا صويته ونفخت فيه من روحي. خدا در این آیه میگه که من انسان را خلق میکنم، بشر را خلق میکنم که از گل خشکیده و بدبو و روح خودم تشکیل شده و درست شده. پس هر انسانی یک بعد خاکی داره و یک بعد معنوی و روحی داره که اون بعد معنویش میشه روح خدا، نفخه الهی که در وجود من و شما هست. و اما حضرت زهرا سلام الله علیها میتونیم بگویم طبق این آیات قرآن میتونیم بگویم یک شخصیت کامل، برجسته، رشد یافته، بصیر، آگاه و خط و جهت دهنده در مسیر زندگی هست. یک شخصیتی است که مخلص هست. حضرت زهرا مخلصه. یعنی چی؟ یعنی در صراط مستقیم قرار داره، دارای عمل صالح. چون والعمل صالح یرفعه، عمل صالحی که انسان را بالا میبره و به کمالات میرسانه و به خدا وصل میکنه. و انسان مخلص که حضرت زهرا یکی از انسانهای مخلص هست، با اخلاص هست، عمل با اخلاص داره. عمل با اخلاص که در امروز در متون دینی و در اسلام خیلی اصله و مهمه. و اما ماجرای تولد ایشان، زمانی که آثار تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ظاهر شد، حضرت خدیجه سلام الله علیها کسی را به سراغ زنان قریش فرستادند تا برای ایشان کمک کنند. و ایشان در جواب پیغامشون فرستادن تو به حرف ما گوش نکردی و با یتیمی که هیچ مالی و دارایی از این دنیا نداره ازدواج کردی، پس اکنون ما هم به کمک تو نمی آییم. و حضرت خدیجه سلام الله علیها جوابشون کمی محزون شدند که در این هنگام پروردگار عالم هستی 4 زن از زنان بهشتی را برای کمک به آن بانو فرستادند.
و حضرت از دیدن ایشون متحیر شدن و یکی از اونان گفتن که یا خدیجه نگران نباش، ما از سمت پروردگار عالم اومدیم که به تو کمک کنیم. و گفت که من سارا هستم، خانم حضرت ابراهیم سلام الله علیه السلام، و فرد دیگر آسیه هست، دختر مزاحم، هم نشین تو در بهشت، و فرد سومی هم مریم هست، دختر عمران، و فرد چهارمی هم گلسوم، خواهر موسی بن عمران. و همکنون ما در اینجا هستیم که به تو کمک کنیم. و به این صورت هر چهار نفر در چهار طرف حضرت خدیجه سلام الله علیها قرار گرفتند و زایمان صورت گرفت و ام الائمه کوثر الهی حضرت بی بی دو عالم به دنیا آمدند. حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها سیده النساء العالمین است. پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مورد فاطمه الزهرا سلام الله علیها گفته است که فاطمه برترین زن در دو عالم است و خشم و خوشنودی او خشم و خوشنودی خداوند است. سراسر زندگانی حضرت فاطمه کبرا سلام الله علیها پر از الگو و حسنه و مکارم اخلاقی هست. به طور نمونه در مورد اینکه حضرت زهرا تبلور حیا و عفت هست، یعنی بانویی هست که خودش را از چشم یک مرد نابینا مستور میکنه، یعنی پنهان میکنه، ولی زمانی که بحث حفظ ولایت مداری میایه میره در مقابل یا در معرکه انصار میسه و سخنان آنها را با قشنگترین رساترین کلمات تکذیب میکنه و در مورد انفاق و ایثار ایشان در اشیای مورد علاقه ایشان، بانوی هسته که به هنگام تنگ دستی لباس عروسی خودش را به یک مستمند میبخشه و سه شب غذای افطاری خود را به فقرا، و در مورد عبادت خالصانه آن حضرت بانوی هسته که از شب تا بامداد مشغول عبادت هسته و جالبتری هسته که تمام عبادت خدا هیچ وقت برای خودش و برای خانوادش چیزی نمیخواید، در کل عبادتش فقط برای همسایه ها و برای مؤمنین دعا میکنه. پس با درداشت این میتونیم بگیم که حضرت فاطمه کبرا سرشار از فضایل و مکارم اخلاقی میباشه. حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها نمونه بارز از بهترین مادر و از باب زن و همسری بهترین بانو بودند. به خاطر که فاطمه زهرا سلام الله علیها تمام زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها یک نمونه و یک الگوی باریز است، چه از لحاظ چه از جایگاهی دختر بودنش، چه از جایگاهی همسر بودنش و چه از جایگاهی مادر بودن ایشان. زندگی و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها به قدری آموزنده و جذاب است که هر زن آزاده‌ای در جهان او را همچون قدیسه‌ای تحسین کرده و الگوی خود قرار می‌دهد. چون حضرت زهرا سلام الله علیها الگو در تمام عرصه‌ها برای زنان و مردان هست، به خاطر جامعه بودن شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، به خاطر عفت و حیا و شخصیت فعالیش، چی از لحاظ اجتماعی باشه، چی از لحاظ سیاسی باشه، چی از لحاظ جریان شناسی و امام شناسی باشه، این همه این موارد باعث شده که از حضرت فاطمه کبرا یک الگوی نمونه بسازه. اما در مورد اینکه چرا حضرت زهرا یک الگو برای زنان متدین هسته، از حضرت زهرا یک الگوی بارز برای بانوان جامعه امروزی هسته، چون سراسر زندگانی حضرت فاطمه کبرا میتونه یک پیام و یک امید زندگی بخش برای همه بانوان امروزی باشه. اگه به طور خلاصه برش بگیم، زندگانی حضرت فاطمه کبرا رو ما میتونیم به سه بخش تقسیم بکنیم: زندگانی دوران کودکی، دوران همسرداری و دوران فرزندداری. در دوران کودکی دختری بوده که پدرش برش لقب ام ابی ها را داده، و در دوران همسرداری خانومی بوده که در طول 9 سال زندگی مشترکش هیچ وقت از همسرش که امام علی علیه السلام باشه چیزی را نخواست که مبادا همسرش او را نتونه مهیا بکنه و شرمنده شه. و در مورد فرزندارش، بانوی هسته که فرزندان همچون امام حسین علیه السلام را تقدیم جامعه کرده، فرزند همچون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که اسوه الگوی صبر و استقامت هسته را برای ما تقدیم کرده در یک جامعه. پس از این میفهمیم که از همه اینها، از تمام این رفتارها و شخصیتهای ابعادی فاطمه زهرا هست که ما میتونیم حضرت فاطمه کبرا سلام الله علیها را یک الگوی بارز برای زنان متدین حساب بکنیم.
ما فقط به عنوان کسی که میخوام در راه حضرت زهرا باشم، در این مسیر قرار داشته باشم، میتونم در برای بقیه و برای همه بیننده ها این رو بگویم که ما باید همیشه از این بانوی قهرمان، از این بانوی والا مقام یاد بکنیم و این را از حضرت زهرا را گرامی بداریم و همیشه شخصیت و معرفتش را یادآور باشیم. و دیگه ای که باید ما در عمل پیرو باشیم برای حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی از اخلاق عملی حضرت زهرا سلام الله علیها عملا پیرو بکنیم، نه تئوری. چون استفاده از اخلاق عملی و استفاده از اخلاق دین عملی در امروز خیلی کمرنگه، در جامعه و در جهان دیده نمیشه. پس بیایید که ما گسترش دهنده اخلاق عملی و دینی حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم. فاطمه الزهرا سلام الله علیها به ظاهر یک بشر و یک زن است، اما در معنا یک حقیقت عظیم و یک نور درخشان الهی است و یک بنده صالح و یک انسان ممتاز و برگزیده. و در مورد فاطمه الزهرا سلام الله علیها هر چه بگوییم کم گفته ایم. به قدری ابعاد وجودی این روح مجرد و این خلاصه نبوت و ولایت برای من پهناور و بی پایان است که درک ناشدنی است.